بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با وحیده شیرزاد، مادر راهد امین که در استودیو با ما هستن. خانم شیرزاد، به برنامه ما خوش آمدین. در مورد این بنیاد بگوین و دلیل که این بنیاد را ایجاد کردین. یک سلام به شما، یک سلام به تمام دستنگانان برنامه تلویزیون شما و تمام بیننده هایی که از تلویزیون طلوع نیوز ما را مشاهده میکنند. خانم شیرزاد، چرا این بنیاد را ایجاد کردین؟ هدف از ایجاد این بنیاد چی بود؟ هدف از این بنیاد این بود که راه جان وقتی خودش حیات بود دست خیر زیاد داشت و به فقرایی که کمک میکرد تا جیبش پولش نمیدید که خورد است یا کلان است، هرچی که دستش میامد با دستی که میداد نمیدید که چند داد چی داد. و هدف راه جان همی بود که نهادهای خیریه را داشته باشه، هدف از این بود که یک کتابخانه داشته باشه که از اون کتابخانهش مردم استفاده کنه. فعلا راه جان دونی ما میشه که از پیش ما رفته و جهان فانی را ودا گفت و ما بچه اگر کم از پیشم رفت، اما ما میخواییم که ارزوهایش را برآورده بسازم و چیزایی را که راه جان میخواست میخواییم ارزوهایش را برآورده بسازم و به عمل پیاده بسازم. چون این بنیادهای چقدر میتونه کمک بکنه بر خانواده هایی که تنگ دست هستن، در وضعیت بد قرار دارن؟ اگر آدم زیاد نمیتونه کمک کنه، ما این بنیادی را که ایجاد کردیم اگر نتانم زیادتر از مردم امرایشون همکاری کنم یا کمک کنم، میتونم یک تعداد کمی از خانواده ها را ما کمک کنم، همکاری کنم. و دیروز همی کار کردم، مقدار لباس هایی را که آماده ساخته بودم به خانواده بی وضاحت امونا را بر از اونا توضیح کردم، خواستم یک کمی اگر زیاد نمیتونم دردشان کم بسازم، یک کمی امرایشون همکاری داشته باش. و چند خانواده لباس توضیح؟ تقریبا 75 خانواده میقدر بود که ما لباس توضیح کردیم. ادامه داره این روند؟ این روند کوشش میکنم که فعلا لباس توضیح کردم و در آینده های بعدی شاید که مواد خوراکه توضیح کنم و یکان چیزهای دیگه هم توضیح کنم به بازار، به این کسایی که دوستایی که هستن که به فقر هستن و حالتشان بسیار بد است. واقعا من دیروز جایی که رفتم دیدم وضعیت بسیار بد داشتن، حتی پاپوش نداشتن. این فلکای از یامی خانمایی که اونجا زندگی میکردن، آقایانی که اونجا زندگی میکردن، سر وضع زندگیشون بسیار یعنی جگرخون کننده بود که قلب آدم واقعا درد میداد که این رقم فامیلا با بسیار مشکلات زندگی میکنن، زندگی خود پیش میبرن. درست. شما از کتابخانه گفتین، میشه در مورد کتابخانه هم بگوین؟ آیا برنامه و تصمیم دارین که ای خواست راه دمین را پورا بسازین، تکمیل بسازین؟ کتابخانه ای را که من ایجاد کردم، راه جان وقتی که حیات داشت 3-4 روز پیش از او، یک هفته قبل از او، راه جان امو دکانی را که داشتیم امو را راه جان به دستکای خودش رنگ کرده بود، دکان رنگ کرده بود، مکمل دیوال رنگ سیاه کرده بود و میخواست که قفس چاوی های زیر ماماده بسازه، کتابخانه را سرپای بسازه، که متاسفانه بچه که من به شهادت رسید و این خواست آرزوی بچه من ماند. وقتی که من بعد از شهادت بچه من تصمیم جدی گرفتم که میخواییم، گفتم چیزایی که راه جان میخواه، کتابخانه را که میخواست راه جان به آماده بسازه و از او کتابخانه را جور کنه، من خواستم که آرزوی بچه خود برآورده بسازم، که فعلا من کتابخانه را دانستیم که و پایش ایستاد کنم و آرزوی بچه خود برآورده بسازم. کی هم از این کتابخانه میتونن استفاده بکنن؟ این کتابخانه طور ایجاد شده که هم به حساب فروشات است، که بخش فروشات داره که میتونیم فروش کنیم. از اینجا قرآن کریم است و کتاب های دینی زیاد است، کتاب های انگلیسی زیاد است در بینش و انواع اقسام کتاب ها در این کتابخانه. در پولوی از او کتاب های خود راه جان امین مده خود کتابخانه جاگزین ساختیم. دوستایی که علاقمند راهد بود، چون راهد کسی بود که تمام جهان تکان داد، هشت که تمام جهان برآورد و از افغانستان اولاد ما تنها نبود، اولاد تمام مردم و ملت و جهان بود بچه ما، که رقمش کم اگر در آورد. خواستم که کتاب هایی که نشانی از راه جان مانده، کتاب هایی که راه جان مطالعه همی کرد، خواستم به دسترس دوستدارایش بانم و کسایی که میخواین از نشانی هایی که از راه جان باقی مانده، کتاب هایش باقی مانده، میخواین که مطالعه کنن، میتونن از کتاب های راه جان استفاده کنن و از این کتاب خانه به دست بیارن و مطالعه کنن. چقدر دشوار از خانم شیرزاد که جوانانی که فکرهای بزرگی دارن و میخواین که برای کشورشان، برای مردمشان خدمت کنن، اما ناگهان ما از دستشان میتیم؟ راه جان کسی بود که 21 سال عمر داشت، با 21 سال عمری که داشت بچه ما هنوزم بزرگ نشده بود. بر مادر هیچ وقت اولادش بزرگ نمیشه، هر قدر که بزرگم شه باز بر مادر همون طفلی که به دنیا آمده همون طفل میمانه. که راه جان با این سن کمی که داشت دوستای زیاد داشت، کاراویای زیاد میکرد، هم در پنتون محبوب بود، هم خودش استاد انگلیسی بود، درس میداد، شاگردای بسیار زیاد داشت که تربیه میکرد، چیزی که آموخت بر دیگران آموختاند. همیشه
و می روند کارش بود و چیز را که یاد می گرفت همیشه به دیگران می گفت که مادر جان باید من یاد بدم که یاد می داد بچه من. و شاید اگر زنده می بود یک سال دیگه هست تحصیلش مونده بود که فارغ می شد از بنتون، شاید یک جای بسیار زیاد مهمی را دست می داشت و شاید که همی وطن خود ما تغییرات در خود وطن ما می آمد، چون کسایی که در بنزه که شهید شدن به شهادت رسیدن، در صنف بچه ما 14 نفر به شهادت رسید به طور بسیار وحشیانه به شهادت رساندن. یعنی اگر یا زنده می بودن یعنی شاید تغییرات در وطن ما می آمد، شاید وطن ما تغییر می کرد، چون راهی جان گفته بود شاید رهبر آینده باشم، شاید کارهای وایی راه در مورد صلح چی می گفت؟ راهی جان همیشه خوشبین بود و همیشه میگفت مادر من میخوام به وطن خود خدمت کنم، همیشه میگفت مادر جان من نمیخوام از وطن خود بیرون شوم، همیشه میگفت مادر جان من وطن من دوست دارم، من کسی نیستم که از وطن فرار کنم، میخوام به وطن خود خدمت کنم. چندین باری که گون جای هست طریق پنتون کابل سفارت آمریکایی جا روان شد بچه ما به خاطر دیبت، چون در سخنرانی دیبت بسیار فن خوب داشت، فن و بیان بسیار خوب داشت، بچه ما ذهن بسیار خوب داشت، مطالعه میکرد، همیشه کتابای بسیار خوبی را مطالعه میکرد بچه ما، مفکوره و ذهنش یعنی به سن سالی که داشت بسیار متفاوت تر بود. ما کسل میکردم میدیدم فکر میکردم بچه ما نابغه بود، همون ما فکر میکنم که بچه منی وقتی کاری که از دز دادم میبینمش، دوزدارایش میبینم، علاقمندایش میبینم، از سر و سر کشور و جهان به من زنگ میزنم و به من تسلیت میتن، وقتی تسلیت میتن من میفهمم که بچه من یعنی یک نابغه بوده که ما نمیفهمم. خیلی کوتاه، با چون این وضعیتی که وجود داره در مورد مذاکرات صلح چی فکر میکنین؟ خواستتان چی است؟ من خواستم از طرف هر دو جناح همی است که روی خدا رو ببینن بس کنن، همین قدر که قلب من درد داره تا که من پیش بچه خودم برم این درد احساس میکنم، چون بچه من نابغه بود و نمیخوایم مادرهای دیگه مثل مواری قلبشان درد کنه، نمیخوایم این حالت که سر بچه ما آمد مثل مواری دیگه مادرام درد بکشه. بسیار تشکر خانم شیرزاد از حضورتان در برنامه ما. شما زنده باشین. تشکر از شما.